کفش پاشنه 12 سانتی به من دروغ گفته ادم. اینا باید و نباید های خیلی جدیه آنلاین دیتینگ. من بهت بگم رفتم فکت چک کردم، یک مرسدس بنز آخرین مدل سیاه اون موقع یه چیز عجیب و غریب تخیلی آمد. راننده کجا می الان بود؟ امکان نداشت من سوار اون ماشین شم. تو شوک بودم بچه ها، من تو شوک بودم. چی شده که من تصمیم گرفتم با این برم بیرون؟ هیچ وقت دیگه دلم نخواست برم اونجا، هیچ وقت. سلام، حال شما چطوره؟ احوال شما چطوره؟ خوبین؟ همه چی رو به راهه؟ من امروز اومدم با یک ویدیو دیگه در مورد آنلاین دیتینگ. یه سری باید و نبایدهای دیگه رو میخوام براتون بگم. امروز میخوام از یه دیتی براتون تعریف کنم که خیلی برا من درس داشت. یعنی ببین خیلی درس داشت. فکن براتوری رفتم جلو. حالا قضیه این دیته چی بود؟ این دیته بعد از اینی که من اومدم کانادا بود. اومدم کانادا و خلاص اون رابطه که توش بودم که به هم خورد و همه چی به هم خورد. اونم بعدم یه دفعه اگه بشه تعریف کنم راجعش تو کتابی که با براین تورسی نوشته بودم نوشتم. خلاص اون که به هم خورد همه چی خراب شد و من یه مدتی سوگواری مو کردم، درس ها رو گرفتم، تو سر خودم زدم و همه اینا. بعد دیگه گفتم که وقتشه که یه کاری بکنم. یه دوستی هم اینجا دارم که تو توست مسترز آشنا شدم. یه دختره، یه خانم خیلی عزیز ایرانی که همسرش هم کاناداییه و اونم با همسرش تو آنلاین دیتینگ آشنا شده بود. بعد اون به من گفت ببین سلماز، آنلاین دیتینگ یه کار فول تایمه که ما به صورت پارت تایم انجام میدیم، چون بعد از ساعت کاری بعد انجام بدیم. حالا راجع به پروفایل اون وبسایتم که چی شده چه بلای سر اومد بعدن صحبت میکنم. ولی اون به من گفت ببین تو باید تو این پروفایل دائم بری سر بزنی، آدما رو فیلتر کنی، اینور اونور کنی، از توشون تو آدم درست حسابی در بیاری بیرون، از توی این مسج بازی ها و فیلتر کردن ها، بعد شروع کنی دیت کردن. ما تو خیلی راجع به آداب و رسوم دیت به من چیزی نگفت. خودشم اون اوائل طوری که آنلاین دیتینگ اومده بود تو کانادا رفته بود که مثلا خیلی جد شده بود، نتیجتاً به اندازه کافی تجربه نداشت که با من درمیون بذاره. خلاص ما هم گفتیم باشه، من هم رفتم. حالا بگذاریم اون قصه رو، یه دفعه واسهتون تعریف کنم که اونجا چه بلای سر اومد. گفتم باشه، منم رفتم و دیگه گشتم و هی پروفایل چک کردم و اینا. مثلا تو این فیلتر کردن ها به یه آدمی خوردم که همه چیزش خیلی به نظر میرسید، همه چیزش چیه، رو به راه و درست و حسابی و دیسنته. بعد بر من قد مهم بود، حالا تو اون چیزا، برای اینکه من قدم بلنده دیگه، نمیخواستم با یکی که قدش از من کوتاه‌تره باشم. نه اینکه بگه تو شخصیت اون چیزی ها، همجوری معیار و از نظر معیار ظاهری قد برام مهم بود. خلاصه همینا رو هیچ تو عکسایی که این آدما گذاشته بودن چک میکردم، سعیم میکردم که آدمای رو تو اون فیلتر دوم سوم ببرم که عکسای بیشتر باشن که این چیزا رو درست نگاه کنم. خلاصه ما هیکریم اینو. بعد خلاصه به یه آقای رسیدم، بذار برم سر اصل مطلب. رسیدم به یه آقایی که رنگ پوستش یه کوچولو گندمی بود تو عکسا، و به نظرم گفتم یا این مثلا به نظرم من شاید مثلا مال هنده، مثلا مال اون قسمت، خلاصه بالاخره یا آسیایی یا افریقایی. بعد خلاصه اینا رو هی اچیز کردم قدم. بچه ها یه عکس، یکی از عکساش یه عکسی بود توی نایاگارا فالز، آبشار نایاگارا که شهر نایاگاراست نزدیک تورنتوه، و من یادم افتاد که بعد این کنار یه چیزی، یه دونه این میله ها وایساده بود که یه پرچم بهشه، و من یادم افتاد که من همونجا یه عکس دارم. رفتم دم اونجا، چون اونجا مثلا یه جایی که نزدیک پشت آبشار دیده میشه، عرض به حضور شما پرچم کانادا هم هست و دیگه تو کانادای خاک پاک کانادایی، مثلا خیلی آیکانیکه و دیگه هر نیوکامری تازه میاد میره با اونجا یه عکس میگه. خلاصه لانگ استوری شورت، من رفتم اونو نگاه کردم ببینم من اونجا کجای اونم، اونم مال اونم دیدم، و با اون به این نتیجه رسیدم که پس قدش قانونا از من یه 10 سانتی بلندتره. آن تو اون چیزای قدم یه رنج بالایی زده بود، مطمئن مثلا مینیموم رنج و بالای رنج با هم 10 سانت فاصله داشت، این اون تو اون رنج زده بود. خلاصه من رفتم اونجا هم چک کردم، یعنی میخوام بهت بگم رفتم فکت چک کردم، همینجور کشکل لذی نگفتم اون میگه مثلا من قدم 1.90 پس این قدش 1.90، منم 1.70 خورده ایم. خب بعد گفتم خب این از من یه 10-15 سانت اینجوری بلندتره دیگه بر اساس چیزی که گفته. اینو داشته باشین،
ما این بر اون برام به من گفت من میخوام فلان موقع تو رو دیت ببرم بیرون. چی بود؟ مثلا یه جمعه شبی بود. یعنی ببین اشتباه اولی که سلماز کرد، من باهاش در خونه قرار گذاشتم، آدرس خونم رو بهش دادم. این اومد که برداره منو. آها بعد من چجوری تو رو حساب کردم، گفت ما داریم میریم بیرون با هم رستوران. باز دوباره اشتباه یکی مونده و اول عزیزم، دیت اول رستوران قرار نذار، یه کافی شاپ قرار بذار. من به کلاینت ها میگم دیت اول یه کافی شاپ قرار بذارید که برین 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت، بعدش هم یه جوری بکنین که اگه خواستید در برین بتونین در برین. تو میری تو رستوران گیری، کدوم اصلا غذایی رو میتونی تو نیم ساعت یه ساعت تمومش کنی؟ گیری با طرف اگه نخوای و نتونی برای دلچسب نباشه. از کافی شاپ میشه ختم رستوران شی، از رستوران که نمیتونه ختم کافی شاپ شی. بعد برعکسه. این سلماز برداشت جمعه شب، جمعه شب دیت اول نمیری که، جمعه شب اینجا میدونی شب یک شب تعطیله، جمعه شب قرار دیت گذاشت، میاد دنبالش و میریم رستوران. من رساب کردم بچه دیگه، اونجوری که اون میخواست من رستوران ببره، من یه پیرن مشکی کوتاه پوشیدم، کفش پاشنه 12 سانت. خب گفتم خیلی قدش بلنده دیگه، همه اینا. این اومد دنبالم، یه مرسدس بنز آخرین مدل تخیلی اومد، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. بعد این جلوی در اون خونه که من توش بودم، جلوی در خونه مثلا اینجوری یه اینجوری دایره بود، دیدین تو این فیلم ها میبینین که ماشین میاد اینجوری از اون جلوی دایره دم خونه ماشین اونجا پارک میکنن ماشین ها رو، بهش میگن درایو وی. بعد خب شیب بود. خب یعنی چی؟ یعنی این که راننده که پیاده میشد، راننده پایین تر بود، یه کوچولو مثلا انقدر در حد مثلا 3-4 سانت، خب و سمت کمک راننده بالاتر بود. اینا رو میگم تصور کن، قشنگ تصور کن که راننده هم رفته پایین تر. بچه در مرسدس بنز باز شد، بنز مثلا SUV هم نبود، یه ماشین معمولی سدان بود. در مرسدس بنز باز شد، منم اون طرفم. خب من میگم خدایا پس راننده کو؟ راننده کجاست؟ ببین انقدر قد این دوستمون کوتاه بود، قدش اینجای من بود با اون کفش پاشنه بلند، مثلا این یعنی نه دیگه اینجای من بود، همینطور بتونه معمول اینجای من بود، 1.60 به زور بود. من با اون بعد دیگه من رو دید، آه بس بودم، آره یا آقای هندی، رنگ این رنگی، این رنگی، رنگ اصلا اینقدر تیره. ببین من با رنگ اون آدم مشکل ندارم، اما با اون همه ادیت و فتوشاپ مشکل داشتم. این اومد، اصلا من مونده بودم گفتم خدایا این همونه؟ آره مثلا این سری چیزای ظاهریش همونه، ولی رنگ پوستش خیلی تیره تره، و چرا این اینقدر کوتاه‌تر از اون عکس است؟ بچه ها عکسش رو فتوشاپ کرده. من نمیخوام شما رو بدبین کنم، اما خیلی به هم دروغ گفته بود. بعد حالا بهم بگذاریم، میخوام بهت بگم من چقدر اشتباه کردم. این من دنبالم، پس آدرس خونم رو یاد گرفت. بعد رفتیم یک رستورانی داونتاون تورنتو بوک کرده بود، مثلا 40 دقیقه تا رستوران راه بود. وای وای تو اون ترافیک جمعه شب، ولی من گیر کردم با این تو، فکر کنم با این... یعنی الان اگه بود، اگه همین الان بود، امکان نداشت من سوار اون ماشین شم. یا میگفتم حالم خوش نیست، یا میگفتم من حس خوبی ندارم، معذرت خواهی میکردم، میمدم تو درم میبستم، خدافظ شما هم واندرفول تایم. یعنی الان که دارم فکر کنم، بعد من تو شوک بودم بچه ها، من تو شوک بودم، هی اون عکس لب نایاگرا فالز رو چک میکردم، بعد ازش سوال میپرسم، میدم تمام مسیجایی که زده شده از طرف این اسم همه چی. وای بعد خلاصه گفت من یه هتل فنسی همونجا نزدیک مثلا تو داونتاون گرفته بود، یعنی در نظر گرفته بود که منو ببره اونجا پری درینک کنیم، اول بریم اونجا یه درینک فنسی بزنیم بعد بریم رستوران. من همون بودم که من همون آدم عکس نمیدم، آب لب و لوچه آویزون، یه حال خوشی داشت، اصلا دیگه چپه و پپه میشد از خجستگی که به بچه چه لعبتی گیره ما اومده. بعد دیگه رفتیم خلاصه اونجا درینک، من گفتم نمیخواد بریم رستوران، گفت نه دیگه من زودتر، من مثلا یه ساعت و نیم دیگه رستورانو بوک کردم. من نمیگم خب بریم درینک کنیم برگردم، من اصلا نمیخوام برم اونجا، بیام همینجوری می درینک کنیم، بیام بریم مثلا کافی بخوریم. بازم اینا رو بلد نبودم دیگه، تعارف تعارف، من به شما میگم این سلف اسرتیونس، خود ابرازگری رو من الان یاد گرفتم. خلاصه رفتیم درینک، بعد بچا تصور کنیم ما رفتیم یه هتل فنسی، فنسی بهتون میگم، لابی یه هتل فنسی از این مدلایی که مثلا آدمایی که اونجا
لابیش نبود، بارش بود و اینجوری بود که هر کسی خلاصه اون تو نمیرفت. شما تصور کنید من با این مرد رفتم اون تو، فقط همه نگاه ها به سمت منه دیگه، فکر کنم من مثلا سکورتشم. آخه من کیم با این؟ آخه چرا یه آدمی من نمیگم ظاهر منو، اصلا ما چرا اصلا من ربطی نداریم، چی شده که من تصمیم گرفتم با این برم بیرون؟ همین اینا رو دارم بهتون میگم که واقعا من بعد از اون گفتم هیچ کس رو، وقتی هیچ زن یا مرد رو با یکی دیگه میبینم تو اون لحظه اول قضاوت نکنم. بابا شاید یارو رو گیر آورده اون طرف، شاید مثل من تو عمل انجام شده قرار گرفته، اصلا یعنی مثل میسترسش بودم، خیلی بد بود، خیلی بد بود. خاصه نشستی من که گفتم مثلا درینک فراموش کن، من حالا خیلی بد. یادم اون موقع سپارکلینگ واتر آب گازدار یه ذره خوردم و بعد رفتیم یه رستوران، رستورانی که از بهترین رستورانای کوزی این شهره و من هیچ وقت دیگه دلم نخواست برم اونجا، هیچ وقت، با اینکه واقعا غذاش خوب بود. یعنی ببین من که اصلا گفتم من زهرم، من فقط داشتم این فیلم کردم از اون لحظه که من ماشینا دادم این آدم پیاده شدن کی خواهد بود. خلاصه بعد رفتیم رستوران و دیگه غذا رو خوردیم و وسط غذا که داشت حرف می‌زد گفت دخترم. گفتم بله. گفتم تو که نوشته بودی تو سینگلی؟ گفت من سینگلم دیگه. گفتم نه تو، مگه تو ازدواج نکردی؟ گفت چرا. گفتم مگه جدا نشدی؟ گفت چرا. گفتم خب باید بنویسی separated divorce، اون آیتم رو باید میزدی، چون آیتم داشتن. گفت نه من الان سینگلم. گفتم دوست عزیز منم قبلا ازدواج کردم، جدا شدم، من زدم divorced، من تکلیف خودم با تو روشن کردم، تو میدونی من از چه پیشینه میام. نوشته آیا کیت داری؟ نوشتم نه. تو هم زدی نه، ولی تو بچه دیگه. گفت آخه من فکر کردم مهم نیست. گفتم آره دختر چند سالشه؟ 15 سال. یعنی بچه ها برعکس اون نفر قبلی حبیبی لبنانی که تعریف کردم که اگه ندیدی، این بابا هرچی آیتم اشتباه بود چکمار، اصلا یعنی یه چیز عجیبی بود. بعد ببین اصلا از من چشم بر نمیداشت، یعنی یه چیزی بوده. من انقدر uncomfortable و معذب بودم، انقدر حالم بد بود باهاش که حد نداشت. خلاصه دیگه من اصلا وقتی بعد دختر رو فهمیدم، نه به خاطر اینکه دختره بنده خدا، به خاطر اینکه دیدم این دوستمون یه دونه روده راست تو دل رودش نبوده، همه رو به من دروغ گفته. ادم خیلی هرسی شده بودم، ادس خودم هم هرسی تک من چه اینجوری استاک شدم با این دمتان تورنتو. اگه الان بود من همونجا که اون دختر رو شنیدم، حتی که خیلی از اون چیزا قبلی هم نشده بودم، یه اوبر میگرفتم برمیگشتم. یعنی من الان دارم فکر میکنم اصلا چقدر من بزرگ شدم صادقانه. اصلا خودتو تو اون شرط نباید نگه دارم، بهت میگم بدونی. الان درس ها رو دونه دونه بهت میگم. خلاص ما برگشتیم. یادم نیست که بعدش به زور و چک و لگت منو برداشت برد دور یه هتل دیگه. واقعا چک و لگت. نمیتونستم بگم نه. میگفتم من اینجا یه کاری دارم فلان. چه کار داری مردک؟ باز نشستی درینک خورد و فکر کنم یادم نیست. ببین من تا برگشتم خونه مثلا فکر کنم این 7 اومد دنبالم، من 10:30 برگشتم خونه دیگه مویه میکردم. یعنی یه راست رفتم این که اصلا دست نذاشتم بهم بزنی، 100 دفعه خواست دستم رو ببوس از ادا گفتم، ولی رفتم دوش گرفتم. یعنی اصلا دلم خواست بیرون از روم از تمام نگاه های خود این بشورم خودم. حالا مگه ول میکرد مسج تو داری بهترین شانس زندگی تو میذاری کنار، من مرد مهربونیم، تو با دختر من چی کار داری؟ من اصلا خودم دخترم رو نمیبینم که تو نگرانشی. گفتم بابا مطلب اون نیست، مطلب اینه که تو فرت و فورت دروغ گفتی. من بعد از اون تا چندین روز میرفتم عکس فکرم اسکرینشات گرفتم نگرشم، اون عکسش رو تو نایگرا فالز نگاه میکردم، میگفتم مگه داریم کدوم آدمی؟ این کفشش رو من دارم میبینم، پاشم میبینم، این فاصله پا تا کمرش کی با کدوم ابزار فتوشاپ اینجوری کش آورده بودن این انقدر قدش بلند شده بود؟ بعد چجوری تو روز شب این ور اون ور این انقدر رنگ پوستش روشن شده بود. مثلا یه ذره از من تیره تر بود رنگ پوستش. بعد بهت میگم شب بود، اصلا یه چیز عجیبی رنگ پوستش تیره بود. اصلا مونده بودم که چجوری تو تونستی انقدر مانیپولیت کنی منو به راحتی دیگه. حالا دیگه با هر خیلی هم مسج بازی کرد، بهش دفعه گفتم ببین یه دفعه که مسج کنی دیگه مجبورم تو ریپورت کنم، به این وبسایت ریپورت کنم و جای دیگه، منظورم پلیس بود دیگه، اناف از اناف، دوربر خونه ما پیدات نمیشه. گفت ببخشید فلان دیگه رفت نیست شد، دیگه فهمید که من این کار نیستم. حالا درس ها یک، وقتی دارید توی وبسایت، اگه آنلاین دارین دیت میکنین و تو اون وبسایت میرین، فقط به عکس ها کاری نداشته باشید. خب حتی اگه شده از اون آدم تو چتاتون عکس بگیرید بهتره بگیرید، عکس نود نمیگم، عکس معمولی ها، و
مثلا بگین برو کنار مثلا ازش بخواین کنار دوستش عکس بگیره، مثلا نه اینکه بگی کنار دوستش، مثلا با هم عکس بگیرین من ببینم. یعنی اگه به یه چیزی شک دارین تو شرایط متفاوت بذارید. حالا اگه خیلی حیاتی نیست براتون، میتونید دفعه اول ببینین که چه بهتر فبه المراد مثل من یک آدرس خونتون رو بهش نمیدید، با اون آدم جایی که میخواین برین قرار میذارید، با ماشین میرید با ماشین میایید. دیت اول و دوم اصلا این کار نکنید، این کار خیلی کار اشتباهیه. دو، از همه مهمتر اینه که برای یه قهوه نیم ساعته بریم، بیشتر نرید. دیت اول و دوم به نظر من اصلا و ابدا غذای طولانی و اینا نرید. ببین بعدش ممکنه خیلی از هم خوشتون بیاد، وایب بگیرید، پاشید برید یه رستورانی، کمون که من الان با همسرم همین جوری بود. حالا بعدن یه دفعه دیگه اون قصه مونم واسهتون تعریف میکنم. برید چیز اسمش چیه، برید یه کافی شاپ بشینین ریلکس، بعد از اونجا پاشید برید اگه خواستید بعدش، ولی دفعه اول خودتون اینجوری گیر نندازید. من یه قلو. سه، هر جای قلو قرار، هر جاش که احساس کردید حس خوبی به اون ماجرا ندارین، برای خودتون همیشه جا داشته باشید که مثلا اوبر کنین برگردین در ماشینتون اگه تو ماشینشین، یا مثلا بهتون بگم که من خیلی وقتا چیزایی که گذاشتم اسمش مثلا یک دو دفعه قرارایی که گذاشتم دم مثلا اون موقع تو بانک کار میکردم، دم تو پلازای بانک، همچنون تو پارکینگ بانک قرار میذاشتم، طرف میمد من سوار ماشینش میشدم میرفتم، بعد بهش گفتم من اونجا دراپ کن، میدونی دیگه به خونم کاری نداشت. بعد خب راه داشتم، بعد دیگه یاد گرفته بودم که اگه از اونجا خواستم به ماشینم برم و دست این خواستم راه شم، سریع اوبر میگیرم در میرم، تاکسی میگیرم. هر لحظه هر جا احساس کردی کاری که این آدم انجام داده، حرفی که زده، چیزیه که شما باهاش راحت نیستین، خلاف ارزش ها و حال خوشتونه، نه که بگی پاشین میز رو بزنیم به تخته، یه بهانه بیارین جیم شین. بابا دیگه ما میریم دیت، نمیریم شکنجه کنیم که خودمونو. این از من میشنوی یا تو از من داری میشنوی که من خودم زیر لودر انداختم. اینا باید و نبایدهای خیلی جدیه آنلاین دیتینگه. خلاصه همین، امیدوارم که این اپیزود به دردتون بخوره. مواظب خودتون باشین، سوالاتون راجع به آنلاین دیتینگ، اصلا دیتینگ هرچی از این زیر بنویسید، من در خدمت شما هستم. با خودت مهربون باش، بوس بلا پای خوشگلت، دلت شاد و تنت سلامت.